سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه و سرخط خبر مهم روز در این برنامه. آفرین امید، جوان تاجیک $3,000 یافت و به صاحبش برگرداند. در نویه وحش داماد و عروس بعد چند روز تویشان خودکشی کردند. اگنتی رئیس تاجیک مطلوبات کلوب 27,000 سومانی پورا گرفته است. اثرات سیل در نویه درواز 15 خواجگی باید به جای امن کوچانده شوند. تأسیس جایزه اسکار تاجیکی به نام تاج سومان برای فیلم های بهترین. حبس و جریمه دو برادر برای جزای خودسرانه یک روننده. آشکار گردیدن دو حالت دزدی در کلوب. و اکنون تفصیلات خبرها. طراح و صحیفه بند هفته‌نامه تاجیکستان امید سلطانوف در روزهای عید نوروز در بازار مرکزی ایسور یک همیان را با $3,000 پول و حجتو پیدا کرده به صاحبش برگردانیده است. امید سلطانوف به همکارانش از سامانه پرس تیجی چگونه یافت شدن بسته دلار و به صاحبش برگرداندن پول و حجتو را نقل کرده گفته است که این حادثه روز 23 مارت وقتی روی داد که امید با اهل اویلش برای تجلیل عید نوروز به خانه بیبیش به شهر ایسور رفتند. ماشین را در نزد بازار مرکزی ایسور موندم تا مادرم در آمده خرید کنند. خودم با فرزندان خردسالم در داخل ماشین نشستم. نوگو نظرم بیرون از ماشین به همیان روی زمین افتاد. گرفتم و در داخل ماشین حساب کردم که $3,000 یک مقدار سامانی و شناسنامه است. نقل کرده است امید. بعد تقریبا 10 دقیقه او در بیرون زنی را دید که با خاطر پریشان از آدمان راهگذر همیان گم شده را میپرسید. چون دیدم که با لباسهای عزاداری است دلم سخت سوخت و نزد ماشین دعوت کردم. تمام چگونه گم شدن همیان را پرسیدم. همش را روز گفت. همیان را با تمام مبلغش به این زن برگرداندم. او خرسند شد و برایم $100 هدیه پیشنهاد کرد اما نگرفتم. معلوم شد که شوهر این زن چند پیش از عالم گذشته بوده است. او نقل کرد که در مرکز شهر ایسور زندگی میکند و این مبلغ های قرض است که باید به صاحبانش برگرداند. این زن بعد نگرفتن $100 خانه بیبیم را پرسید. در جواب کوچه عینی گفتم. دوام دادست نقلش را امید. او میگوید وقتی به خانه بیبیش رفتند و این حادثه را در خانه بیبیش نقل میکرد، مرد درشان را تق زده و یک پوچه گوسفند در دست وارد خانه شد. این مرد امید را دیده گوشت گوسفند را دادست و برای جوانمردیش عرض سپاس کرده است. امید از این مرد نام اون زن را پرسید است و مرد گفت است که اپای گلبیبی نام دارد. او درباره کی بودن اون زن که $3,000 پول گم شدهش را برگردان همین قدر می داند. بسیاری ها در زیر این خبر با امید سلطانوف برای چنین جوانمردی آفرین خواندند و نوشتند عمل خیر هیچگاه به پاداش نمی ماند. بقیده بسیاری ها در شرایط افت به شدت ارزش های اخلاقی و دور شدن مردم از فرهنگ فرق کردن حرام و حلال، جامعه امروزه تاجیکستان به جوانمردهای به مثل امید خیلی نیاز دارد. ساعت تخمینه یک شب 26 به 27 مارت در نویه وخش ولایت قتلان در جنوب تاجیکستان داماد و عروس یک جایه دست به خودکشی زدند. بنابرای اطلاعی منبع سامانه پرس تیجی، این جوانان انو 3 یا 4 روز پیش تخمیناً 25 مارت سال روان با هم ازدواج کرده بودند. یک منبع با شرط ذکر نکردن نامش به پرس گفته است که جوانان در دهه یکتوت جماعت دهات تاجک آباد نویه وخش دست به خودکشی زدند. هنوز سبب دست به خودکشی زدن داماد و عروس برای ما معلوم نیست. از مقامات محلی نویه وخش خبر دست به خودکشی زدن داماد و عروس را تصدیق کردند. از جوانان خودکشی کرده شریف بیگ زیایف ساکن نویه وخش و گلاوه شویوه ساکن نویه کوشانیان نام برده شد. گفته می شود که آنها شب 26 به 27 مارت سال روان تخمینا ساعتهای یک شبانه در منزل استقامتی داماد در اوغلخانه خود را به دار آویختند. تفصیلات دیگر این حادثه هنوز دسترس نیست. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی یا قصد خودکشی ثبت می شود. بیش از نصف آنهایی را که به جان خود قصد می کنند زنان و دختران تشکیل می دهند. مناقشه های اویلوی، کمبودی های روزگار، افسردگی، ناامیدی و خشونت در اویله از سبب های عمده خودکشی زنان و دختران تاجیک نام برده می شود. ولی خودکشی داماد و عروس در وخش از نخستین موارد های یک باره خود را کشتن داماد و عروس در تاجیکستان نام برده می شود و سبب خودکشی این داماد و عروس نامراد نامعلوم باقی می ماند.
اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان از انجام تفتیش پیشکی و در پی تصدیق فکر عیبدار کنی به دادگاه سپرده شدن پرونده رئیم و مهرنسو رئیس ریاست جمعیت تاجیک مطلوبات شهر کولوب خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسی روز 28 مارت در شرح این پرونده گفت که رئیم و مهرنسو عبیدالویونا در وظیفه رئیس ریاست جمعیت مطلوبات شهر کولوب کار کرده در دوره فعالیت کاریش دست به صادر نمودن جنایت قصدانه نزده است. چنانچه شهروند اجیت به آخران وابسته به کشادن نقطه سودا برای مو و مهرنسو مراجعت نمود نمبرده از این آلت استفاده نموده وابسته به موقع اشغال نمودش برای اجرا کردن عمل مذکور از آخرین در دو حالت مبلغ 27000 سومان طلب نموده از این مبلغ 10000 سومانیش رو گرفته باز آورده دادن باقی مانده 17000 سومانیش رو طلب نمود. ضمن گذرانیدن چوربینی های اپراتیوی تفتیشاتی رایموا هنگام اشهروند آ گرفتن مبلغ 17000 سومانی دستگیر کرده شد. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی یافت و گرفته شد. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مهرنسو رایموا بر اساس قسم 3 ماده 279 کدکس جنایتی تاجیکستان با گرفتن رشوه تجارتی از جانب رهبر اداره تجارتی با استفاده از مقام خدمتی عیبدار می شود. با او بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه از 800 تا 1500 نشاندهنده برای حساب ها و یا معدود کردن آزادی به مولت 3 سال یا معدود کردن از آزادی به همین مولت تهدید می کند. تاجیک مطلوبات یک نهاد تجارتی است که در زمان شوروی سلسله خیلی بزرگ مغازه های فروش محصولات اساسا خوراکواری را و همچنین تقریبا همه بازارهای موجوده در سراسر جمهوری را اداره می کرد. بعد فروپاشی اتحاد شوروی بسیاری از مغازه ها و حتی بازارهای بزرگ مربوط به تاجیک مطلوبات خصوصی گردانیده شدند، ولی این اداره تا حال در شهر و نواحی های تاجیکستان ده ها بازار و صدها مغازه را در اختیار دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 27 مارت سال 2022 بارانهای شدید و گرم شدن دمای هوا باعث بالا رفتن سطح آب در رودخانه ها و حرکت خاک و گل شد که بر اثر آن در کیلومتر 352 راه موشنگرد شمسدین شوین درواز که از قلمرو دهه عمرک نویه درواز عبور میکند راه بسته گردید. برای انجام دادن کارهای جهت رفع عاقبت های آفت طبیعی تکنیکای مخصوص وزارت نقلیات جلب گردیده با کوشش کارمندان این اداره پیامدها برطرف شدند. در عین زمان راه باز است و ماشین‌ها از دو سمت رو او دارند. 18 مارت سال 2022 در همین منطقه سیل گل و لوی زیاد را فرو ریخت که در نتیجه برای چندی از خانواده های دهه عمرک نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان خسارات آورد. طبق معلومات پیشکی کمیسیای اولادهای فوق‌العاده ولایت در نتیجه آفت طبیعی دو بنای استقامتی پره و سه خانه استقامتی قسما خراب شده است. اینچنین زمین های نزد اولیگی و خواجگی های یاری رسان شش خواجگی ضرر دیدند. 25 مارت سال 2022 با مقصد معاین نمودن خطر آمدن سیل برای گذرانیدن تدقیقات مهندسی و گئولوژی گروه کاری از جمله کارمندان کمیته اولادهای فوق‌العاده و سردار گئولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به جای حادثه رفتند. دو کوادراکوپتر کمیته برای کوفتوکوف تدقیق ریلیف کوهی و منطقه پیدایش سیل استفاده شده است. سنجش نشان داد که 15 خواجگی زیر خطر سیل قرار دارند. عین زمان کمیسیای اولادهای فوق‌العاده نوحیه برای در آینده نزدیک به منطقه های دیگر امن کوچاندن این خانواده ها تدبیر ها می اندیشد. به آیله های آسیب دیده از جانب حکومت محلی و صاحب کاران خصوصی ولایت کمک های ضروری رسانیده شد. بنابر اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور تا آخر ماه مارت سال جاری احتمال لغزش ترمه، آمدن سیل و حادثه های دیگر نظیر یرج و بالاروی سطح آب دریاها و آبانبارها باقی می ماند. 18 غوره ایوج، تاریخ نباید این یادگاری را فراموش کند. نشریات میگا پرینت شهر دوشنبه با همین عنوان کتاب روزنامه‌نگار آموزگار مرادیان زاکر حسن را به تب رساند. رساله مذکور ثمره تحقیقات 3 ساله زاکر مرادیان بوده اولین کتاب است که درباره یادگاری قبل از اسلامی 18 غوره واقع در منطقه ایوج نویه نوسر خسرو ولایت قتلان به زبان تاجیکی تالیف شده است. مؤلف عمدتاً
به اهمیت تاریخی، منسوبیت زمانی و دینی، حفظ و نگهداری این یادگاری ها توجه کرده است. به خاطر معرفی بهتر و بیشتر این مغاره های قدیمه فشرده متن به زبان های روسی و انگلیسی نیز برگردان شده است. کمینه هرچند در دایره فعالیت های روزنامه نگاری چند دفعه به موضع ایوش سفر کردم، اما یگان مرتبه به اصطلاح مردم حتی با نام گوش در خصوص غارهای قدیمه آنجا هیچ چیز نشنیده بودم. تا اون روزی که یک شناس ضمن صحبت سر روحی از قیمت گران تاریخی و با این وجود چند ده ساله ها باز از مد نظرها دور موندن مغاره ها مرا آگاه کرد. در سرسخن کتاب نگشته است مؤلف زاکر مرودیان، این سلسله غارهای باستانی در حدود نویه نوسر خسرو، موضع ایوج، ساحل دریای آمو، بسیار نزدیک به خط سرحد تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان جایگیر بوده، به قول زاکر مرودیان تفصیلاتشون برای اکثر کل علاقمندان تاریخ و مدنیت قدیم هنوز پوشیده باقی مانده است. چون که نتیجه های یگانه حرفیات باستان شناسی که بیش از نیم عصر قبل گذرانیده شده بود به طور معدود انکار شده، خواسته یا نخواسته از محور توجه دایره های علمی پیشین و کنونی تاجیکستان بیرون مانده است. لیک حزن‌انگیزترین این است که برای حفظ یادگاری از تأثیرات نخوش طبیعت و انسان تا حال هیچ نهاد یا لااقل یگان فرد صاحب امکان رغبت ظاهر نکرده است. افزود است او رساله مذکور و شورای علمی و دستوردهی به نام ناصر خسرو به چاپ تفسیه داده زیر نظر دکتر علمهای تاریخ پروفسور دولتعلی علی مفتایه شده است. آن با مبلغ گذاری نبض بختر نشریه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر بختر به تب رسید است. مرادیون زاکر حسن 2 اپریل سال 1980 در نویه وخش در آیله عالم شناخته حسن مرادیون به دنیا آمده، آیله دار و پدر 6 فرزند است. او ختم کرده رشته زبانهای خارجی بخش انگلیسی دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو و از سال 2011 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان است. سال 2013 سزاوار عنوان اعلیچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان شده است. حکومت تاجیکستان و کینوستودیای تاجیک فیلم بار اول سینما جایزه ملی را با نام تاج سامان تأسیس دادند. مراسم سپردن نخستین جایزه های تاج سامان برای فیلم های تاجیکی 3 سال آخر شام 1 اپریل سال 2022 ساعت 18:00 دقیقه با اشتراک وسیع سینماگران در تالار تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برگزار می‌گردد. کینوستودیای تاجیک فیلم در سامانش خبر داد که سینما جایزه ملی تاج سامان با مقصد ترغیب دستاوردهای بهترین سینمای ملی، تقویت همکاری های سینماگران جمهوری تاجیکستان و دستگیری جوانان با استعداد ساحه تأسیس داده شده، نخستین آزمون برای معین کردن برندگانش از بین فیلمسازان وطنی بخشیده به عید نوروز و تحت شعار قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. در آزمون فیلم های نو ملی که دوام سالهای 2019-2021 از جانب فیلمافران وطنی روی نوار آمدند معرفی خواهند شد و سینما جایزه ملی به بهترین فیلم های هنری، مستند، بدیعی کوتاه و تصویر ملی تقدیم کرده می شود. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در سامانه تاجیک فیلم، تأسیس سینما جایزه تاج سامان بعدی از سالیان رکود در سوای سینمای تاجیک که در دوران شوروی به رشد قابل ملاحظه دست یافته بود، ولی در اول سالهای 90 در پی سقوط اتحاد شوروی و به بطلاق جنگ شهروندی فرو رفتن تاجیکستان دچار بحران جدید شد که بیش از 2 سالت دوام کرد. خوشبختانه طوری به مشاهده می رسد سینمای ملی تاجیکی سالهای آخر بالاخره خود را از بطلاق رکود رهانیده یک کمی پای برای احیا گذاشته استوده است. در سالهای آخر چندین فیلم ساخته کارگردان تاجیک از جمله بچه آبی، نوله تنبور، آهنگوی دوران رفته، سربار، تقویم انتظاری در جشنواره های بین المللی صاحب جایزه ها شدند. ولی سینماگران میگویند چند مشکل جدی و پیش از همه کمبود مبلغ گذاری، سطح نچندان بلند تخصص کارگردان ها و نواربرداران و دیگر کارمندان ساحه، همچنین میل و مروق نچندان هنرپیشگان برای اجرای نقش ها در فیلم های تاجیکی مانع رشد سینمای ملی در تاجیکستان شدند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نخوش روز. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان
از آشکار شدن دو حالت دزدی در شهر کولوب خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارای داخلی کولوب با عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 25 به 26 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 01:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهارابینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 27 ساله ساکن امین شهر که پیش با ماده 252 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سو شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد، دلیل های شایی گرفته شد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولوب با عریضه زن 34 ساله ساکن امین شهر مراجعت نموده است که ماه ایول سال 2021 تخمینا ساعت 23:03 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزدان یک عدد گردنبند طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 31 ساله ساکن امین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد، دلیل شایی گرفته شد. اوید بین اولاد تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 28 مارس خبر داد که بر اساس یک ویدیوی در اینترنت نشر شده، دو برادر و برای سمسود یعنی خودسرانه جزا دادن یک راننده جزا دادند. این حادثه شب 26 مارس در کوچه عینی در نزد مرکز سودای پایکار رخ داده بود. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که یک راننده را برای در خط پیاده‌گرد نایستادن و پیاده‌گردها را راه ندادنش لطکوب کرده استودند. یک جوان زن با کودکش که نیز در ماشین بود از راننده حمایت میکند و اون زن میگوید اکا نزنیتش، عیب من شد که به گپ گرفتمش. به طرف زن و کودکش نیز مشت میبردارند، ولی جوانان خشم‌آلود به طرف زن و کودکش نیز مشت میبردارند و کودک از ترس به گریه میدراید. میلیسیا دوشنبه گفت اکمتالو خورسندوف ساکن 24 ساله پایتخت را به 10 شبانه روز حبس ماموری محکم کرده، دادر او محمد جان رو که همگی 14 سال دارد به دلیل نابالغ بودنش تنها جریمه بستند. راننده هم برای راه ندادن به پیاده‌گردان جریمه بسته شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف اون را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید cw.bomdor.com. خوش باشید.